پس از آنکه توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان به روز 10 ماه هود در دوحه امضا شد و قرار بر این شد تا در میان 10 روز 5000 زندانی طالبان از زندانهای کشور آزاد شوند، رئیس جمهور غنی این گونه واکنش نشان داد. هیچ نوع تعهد بر رهایی 5000 بندی وجود ندارد. ما بار بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر سب خلیلزاد و تمام مقامات شریک ساختیم. اما 9 روز پس از این مخالفت، 2 مراسم سوگند ریاست جمهوری که در اوج از تنش‌های سیاسی برگزار شدند، بسیاری از مهمانان خارجی به ویژه زلمه خلیلزاد در مراسم سوگند رئیس جمهور غنی شرکت کرد. از همین جا مخالفت رئیس جمهور با رهایی زندانیان به موافقت تغییر کرد. در این خصوص فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات این پروسه در آن شامل باشد. خوشبختانه به یک چوکات دست یافته ایم که در بدل رهایی زندانیان در خشونت کاهش قابل ملاحظه و قابل پیمایش رونما می‌گردد. پیش از این ارک رهایی انس حقانی را بار بار خط سرخ می گفت، اما این خط را شکست و انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید 3 زندانی بلند پایه طالبان را از بند آزاد ساخت. انس حقانی خط سرخ حکومت افغانستان و مردم افغانستان است. با این هم روند رهایی 5000 زندانی طالب در کم از کم 4 مرحله ادامه یافت تا سرانجام حکومت مخالفتش را با رهایی 400 زندانی این گروه اعلام کرد. اما رئیس جمهور در سخنرانی عید قربان فیصله رهایی این زندانیان را به لوی جرگه واگذار کرد. زده دو عید خوشی کول و صلاحیت نلرم. زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه را بولم. لویه جرګه هم به سادگی به خواست رهایی این زندانیان جنجالی مهر تایید گذاشت. اتاسه پیج ما بانده او اتاسه د اخلاقی فیصله بانده بازه بده ده 400 بندیانو ده خوش کولو حکم امضا کم او توی بخوزی کن. شماری از آگاهان مسائل سیاسی تغییر در موقف گیری های رئیس جمهور را در برابر زندانیان طالب انتقاد می کنند. یو دادش د دلته امتیاز طلبی کوي، دوامه خبر داده چې د خپل وخت اوږد کې په دې سره درېمه داده چې دی په نړیواله توګه دا تثبیت کړي چې دی ډیر اکاډمیک مخته روان دی. اما از سوی دیگر دیده می شود که طالبان هیچ گونه نرمشی در موقفشان نشان ندادند و خواهان رهایی همان 5000 زندانی هستند که فهرست نام های آنان را در اختیار حکومت قرار دادند.